سلام، شام شما بخیر. بازم خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه شام یک. من فرهاد رامکیستم و امیدوار هستم روزگارتان به میل دلتان پیش برد. تشکر میکنم از تمام مخاطبینی که همیشه بیننده ما هستند و در کنار ما همکار بسیار عزیز و گرامیم فاطمه رسا همچنان هستند. سلام، سلامت باشین. سلام بر خود فراجان، سلام به یک یک شما عزیزای کمی لحظه بیننده هستین. امیدوار هستم که همیشه وقت خندهایتون از ته دل باشه و گریهایتون از سر شوق باشه و همیشه خوش خندان باشین، همچه قنچه یک مقبول لبخند بر لبهایتان باشه. و ما خوشحالتر هستم از اینکه یکی از مهمانهایی رو داریم که بسیار محترم، مردم دوست و مردم که حتما دیگه دوستشان دارن. مردم دوستشان دارن، اما یکان بار توطئه های در موردشان میشه که امشب میخواییم بیشتر رویش بپردازیم. جناب دکتر میرویس حسین خیل نماینده مردم کوچیا در پارلمان افغانستان هستن و امشب میخوایم بیشتر همراهشان آشنا شیم. جناب دکتر صاحب سلام، صبح شما بخیر. سلام، خوش آمدید. شام شما بخیر. ببخشید ما همیشه در برنامه صبح بودیم. شام شما بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام، شام شما هم بخیر. سلام به کل بینندگان تلویزیون یک میگم. ما در خدمت هستم. بخیر باشین، زنده باشین. سلامت باشین. دکتر صاحب بسیار لطف کردین از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. از سوالا شروع کنیم دیگه. در تصویب بودجه سال جدید 1400 از موافقین بودین یا مخالفین در قسمت بلند بردن معاشات معلمین؟ ما موافقین بودیم. ما موافقه کردیم که این بودجه چیزوتر پاس شود، معاشای معلمین بلندتر چی شود. به حساب کل پارلمان همی خواهشش بود، همی خواستش بود که الحمدلله از طریق رئیس جمهور گفته اگر تو اوکی شد. تمام پارلمان موافق هم نبود، بعضی از مخالفین خودم داشت دیگه در کار. خود زیادترش دیگه گفتی ما 50 جمعه که پوره کرده بودیم. بسیار خوب. وکیل صاحب، در پارلمان هم دوست و رفیق نزدیک شما کیست که همراهش همراز هسته دوگاهی وقت هم شیشت برخواست داریم؟ من خو همراه کل وکیل صاحبا واقعا یک رفاقت خاصی دارم. اگر من نام ببرم نه، یک نفر رول برنامه است، نه نام باید بگیره، نه یک نفر وقتی سه هر جور که راحت هستن دیگر. حالا اگه یکی رو بگیره شاید دیگری خفه شود. نه خود خفه شود. ما یک تیم هستیم به حساب ما، همراه کلگی رابط خوب دارم، چی برادرهای ازبک ما، چی هزاره باشد، چی شادک ها، چی پشتون است. من اون آدم ها را دوست دارم که احساس به وطن داره، سری وطن می سوزد. خب میگن وکیل حسین خیل 100 جریب زمین دولتی را غصب کرده. نمیدونم شما هستین یا تخلص شد با شما خوش آمد. در تمام پارلمان احساس میکنم یک حسین خیل است که هم جناب دکتر صاحب. ما غصب نکردیم، اگر غصب میکرده باشد در 1323 1327 پدر کلانم غصب کرده. حساب شما از اونا بگیریم. نه نام خدا، زیاد زمیندار هستید. احساس میکنم دوستا و عزیزان که همیشه در موردتان مینویسن میگن که شما غصب کردین. اینطور است، ما تقریبا 80-90 سال میشه که تجار پیش هستیم. در 1327 و 13 که من و پدر من حتی تولد نشده بوده که ما زمیندار هستیم یا تجاره بودیم که میوه خشک و میوه تازه را بر پاکستان، هندوستان و اروپا رایی میکردیم. دیگه شکر نه تنها تناد منطقی که مردم شهرک میرویس من نام داره، حتی ما در ولایت های دیگه همتون باش بیل ببخشید، مثلا ما در چارکار، مثلا در دیه حیا، مثلا در مسیحی که از اونجا هستیم، یاد خاک جبار، یا مثلا در جلال آباد، بسیار جای ما زمین داریم. پدر کلان من بسیار شوقی ملک و جایداد زمین است. دیگه شکر الحمدلله از اون پدر کلان برای ما مانده که تا یک بلدنگ 27 منزله جور کردیم و دیگه کردیم ما دمی بیسام دمی شارنه و کلان شدیم، دمینجا بزرگ شدیم دیگه شدیم. بسیار خوب. نام خدا بلدنگ شان یا ساختمان شان در شهر نو از همینجا معلوم میشه. تمام گروپ هایش هم روشن است. ولی وکیل صاحب، از رئیس پارلمان کم صحبت کنیم. با رحمانی صاحب رابطتان چطور است و چقدر راضی استین از ریاست شان؟ رحمانی صاحب آدم بد نیست. ما که در رحمانی صاحب یک چیز خوبی میبینیم که تعصب نداره. ایره تمام وکی صاحب ها میگن بر دیگه این متاسفانه که رحمانی صاحب سر یک ده دوازده نفر فوکوس کرده که امورا
به حساب سفر میبره، برای ما را حمایه میکنه، ما را به حساب حق اولیت میده که گپ بزنه با دقسی و وکیلای دیگه نیستن که یکقدر مثلا خودتان در مجمع 10-12 نفر هستید یا نه؟ نه، من راست بگویم من چرخگیری خوشم نمیاد. بسیار کار نیک میکنیم از سر از همین چرخگیری و گپ ها موضوعات شد در پارلمان بسیار جنگ و جنجال میشه، کدام وقت شما هم دمی بوتل زدن و بوت زدن و اینا نقش داشتین یا از این بوتل ها کنم چیز خود طرف تون ترتاب نشده؟ آه یکان چکش مکش. آه نه، پیش از یک سوال جواب بتین و کسای با آمدن دوستا یک چیز باید فرمایش بتیم. نان خورده؟ بله نان خورده. خب امرای جوس چطور سین؟ جوس تازه؟ جوس تازه بید. چی باشید باشه؟ اورنج باشه؟ مالتا مالتا اورنج. خودت؟ به من لیمونات. به ما هم چی گفتی؟ لیمونانا. لیمونانا تشکر. یکم زودتر اگر لطف کنید. چرا کم چیز از ما تقلیم میکنی؟ بخاطر که حتما خودت نام خدا خوش ذوق خوش سلیقه هستی، احساس میکنم که مزه‌دار باشه. تشکر. بفرماییم نکشم ادامه بکنم. تو نیست که در پارلمان جنگ نشده یا مثلا بوتل جنگی نشده، خب شما خب میبینید در رسانه ها میبینید دیگه میبینید، خب اینقدر در کل پارلمان های جهان میگپ هاست میگپ ها میشه. خب در وقت های اول نابلد بودیم، یکی دیگر نمیشناختیم، دفتن در پارلمان در آمدیم بدون که یک هفته یا دو هفته که یکی دیگر معرفی شویم یا دیگه شویم، یکان خوی خیاست ها فرق میکرد، یکان جنجال ها یکان بوتل جنگی کردیم میگه متاسفانه. بسیار که در پارلمان امرایش برخورد فیزیکی نه برخورد لفظی کردیم، کی بوده؟ من همی خوی خیاست چیز ندارم، همی جنجال خوش ندارم همی. اما بازم یکان بار میشه که شد رخ داده باشه در زمانایی که نو پارلمان آغاز شد دور افدوامش؟ والا دیگه نمیفهم، والا یادم رفته که کی بوده. دالر دفتر شما از یاد تر رفته. خب وکیل صاحب ببین، از این صحبت کردین که گفتین نام خدا جایدار از پدر کلانه ها یا زیاد مانده براتان، از پول نقد صحبت کنین. در اکانت بانکی تان چقدر پول نقد دارین شما؟ پول نقد خواهی تو رست همین تجارای که تجارای قدیمی رو میگم، تجارای حالا رو نمیگم براتان، یک سیستم از بابا کلان ما مانده بود، جمهورم برای ما میراث مانده که ما پولی که پیدا میکنیم با ملک جایداد میخریم، یا خانه میخریم یا زمین میخریم یا بلا منزل جور میکنیم. خود شکر الحمدلله بسیار در افغانستان سرمایه گذاری کردیم، یا مثلا چیز زراعت پیش میبریم، مثلا باغار جور میکنیم، دیگر جور میکنیم، چیزا میکنیم. پول نقد خاص ندارم، قصد که یک خرچی مافیزون شوه و میمانا شوه و دیگر شوه، پیسی خاصم نداریم جناب رمکی صاحب که شما بگوییم. چقدر داشتی رمکی صاحب؟ ندارین شما؟ نه، پیسی ملک و جایداد شکر زیاد داره. خب، پیسی نقد. پیسی نقد نداریم. خب، خداوند پیسی نقدم به طرفتان بیاره و آمین. آمین. هر قدر که یک شخص پولدار باشه، هنوز دوست داره پول زیادتر بیاره به طرفش. من یک آدم چی دستم؟ من می دوستار میگم که شما مقدر که بالا سعی میکنید، مقدر پایین هم سعی کنید. شما فکر کنید که یک کراچیوان در حدود 500 افغانی پیدا میکنه، یک کله فروش با دور به چقدر شوق میره خانه امرای طفلای خود 500 افغانی میخوره. دیگه ما باید شکر بکشیم که خداوند به وطن ما را آرام بسازه، برای ما هر چی است، همین صلح در وطن بیاید، برای ما هم پول است، هم پیسه است، هم آرامی است، هم هر چی است. وقتی که پول هم داشته باشی، هرچی خوبی داشته باشی، وقتی که ذهن نارام باشی، دیگه بازی چیز که آدم کیف نمی کنه، لذت نمی بره آدم. راست میگی. وکیل صاحب، در برنامه کاکتوس تلویزیون یکی از ورزشکارا در مورد مستقیما در مورد شما بحث کرده، یک حکایت داشتن و مطمئنن اون حکایت شان شما شنیدید دیدید که مستقیما گفتن شما حمایتش نکردین و چند بار به شکل تمسخر کردین بودن یا تحقیر و حقیر کردین بودن. چقدر حقیقت داشت گفته های از ورزشکار؟ آیا حقیقت داشت نداشت؟ اگر علاقمند هستین دیگه ما رو صحبت کنیم. ما این پدر و پدر کلان برای ما مانده کسی که بزرگی میکنه باید یک سینه فراخ داشته باشه، یک حوصله داشته باشه، یک بردباری داشته باشه. اگر میخواین در باره معلومات داشته باشین، ما یک بنیاد به نام بنیاد حسن است که نام پدرکلان تخلص کردیم یا به نام بنیاد است.
گیره ورزشکارانم کمک میکنیم، مردمی که در جنگ شورای خدا یا سرای خدا یا شبای خدا دست دادن برای با کمک میکنه. هر ماه مای $100 یک $500 قدر ها و تقریبا 80-90 نفر هستن. این ورزشکار که هست یک کار عجیب و غریب کرد، ببخشید اگه من میگم براتون. از من برادرم وکیس قیصرخان که از من قدر خورد است 8 سال وکالت کردم، بسیار یک دل کلان و دل بزرگ داره، نظر به ما خود غرب کلان شد دل ما خورد است. دیگه ما هم از ماش خود بلدی مای 30,000 40,000 50,000 افغانی میدادم، هم از وکیل صاحب میگرفت. یک روز دفتن نمید من از خارج آمدم سپورت میکنم در مجیم خودم زیر تعمیر که دیدم من سکتر من گفتم پول فلانی را دادی؟ گفت آه. وکیل صاحب در پالی برادرم در پالیم بود، برای من گفت که ما هم دادمش، تو دیگه چرا میدیش؟ یک جیب از یک خزانه است. من گفتم مالانه او دیگه ورزشکار خاص گفت سایی که اگر امروی ما دوستی میکنی رفاقت میکنی بگه هر چقدر پول کار داری ما برد میتیم، مگر چال و فریب خوش ما نمیاید. دیگه امو بنابراین که باز از دسترخان آزاد دروازه او را جواب دادیم که یا امروی ما صداقت و راستی کو یا ما کار غلط خوش نداریم. بین وکیل صاحب عزیز صحبت بکنین که زمانی که پارلمان از خود مصروف میباشید در زمستان، زمانی که رخصتی است بیشتر کجا را دوست دارین به تفریح میرین؟ شما گفتین که زیاد عمرتان در خارج سپری شده، در خارج بودین، دل کوچک دارین. از این بگوید که چگونه سپری میشه اوقات رخصتیتان؟ نه، مقصد من دل کوچکی تو نبوده که شما دیگران تشریح کنیم. دل من کوچک ما به از خاطر که یک مطلب به پشتو و پلار گتیلی زوی تاسانه ده، از خاطر که برای ما پدرها نگاه پیدا کرده دیگه دل وکیز قیدتان هم کلانت میگه بیا پدر پیدا کرده بزن هر چی کرد. باید از خاطر که من کلان خانه هستم باید یک کم داره مسئولیت داشته باشم، هر کس عریف عریف بازی داره و دیگه است و دیگه است، مجبور هستیم که یک چیز ذخیره داشته باشیم. نه باید وکیز ما دیگه پیش ذخیره مخیره نمیگرده، میگم یک روز باشه و یک روز زندگی یک روز بیزنیم. میگم بسیار خوب. تفریح کجا میرین؟ رخصتتان چگونه سپری میکنین؟ تفریح والا من خوش دارم که به حساب می وقتی که اینجا زمستان باشه می جای گرم پیدا کنم، مثلا جای گرم که دبی است جای دور نیست، نزدیک هم از دیگه هم است، خودم رای دوستا و اندیو والا مجا میرم. خب خواست شوقی چی هم نیستیم از خاطر که از روزی که وکیل شدیم یا در وکالت هستم من نمیخوام مکلین خود بسیار وقت تنهایی را کنم. بازم مذرت میخوام که در وقت کرونا یک 3 ماه یا 4 ماه من از مکلینم دور بودم، مرا هم کرونا گرفته بود دیگه، او خاطر جنجال ها زیاد بود، پریشان ها زیاد بود. خوب است که صحت من میبینم اتان. آه قربان تن، تشکر. بخیر باشین وکیل صاحب، تشکر. حال در این بخش برنامه برای ما عثمان صحاب و نرمند بسیار خوب ما و شما هست، میخوایم که اگه آهنگ بشنویم، پس از آهنگ وقفه را ببینیم، پس از وقفه دوباره برمیگردیم. چه توی استاده ای بالای ورسی قلم بر دستکت خطی نویسی که ماتو می شود نو بجانم آمده توی قلمت بشکی نرنگیش بریزن کدام عرف جدایی می نویسی که ماتو می شود نو بجانم آمده توی سفید است که دو چشمکای ماشی خدا کند که بی وفا نباشی که ماتو می شود نو و جانم آمده توی و غیر از من اگر یاری بگیری سر شو تو کنی صبح مرده باشی که ماتو می شود نو و جانم آمده توی اما مردم شده خدا یا دشمن همی گپ کاش می بود در دل من در بیرون گپ نمی بود دل بر می بود پیش منه اما مردم شده خدا یا دشمن همی گپ کاش می بود در دل من در بیرون گپ نمی بود دل بر می بود پیش منه ه
بیا که روی باروی ببانم سر بالای زانوی ببانم که ما تو می شونم بجانم آمدتا سر بالای زانوی چی باشن ببانم بی خوشبوی ببانم که ما تو می شونم بجانم آمدتا با یارو بی وفا صد بار نالم نداره زره میرو محبت که ما تو می شونم بجانم آمدتا با هر قریه رود یک یارو گیرد با یکی که کنه صبر و قناعت که ما تو می شونم بجانم آمدتا اما مردم شده خدا یا دشمن نمیگفت کاش می بود در دل من ده بیرون گفت نمی بود دل بر می بود پیش منه اما مردم شده خدا یا دشمن نمیگفت کاش می بود در دل من ده بیرون گفت نمی بود نگار می بود پیش منه ای از اول بو سر دادی مرا آموخته کدی بو سر دادی مرا آموخته کدی آلی راستی شب گو چرا پشیمان هستی آلی راستی شب گو چرا پشیمان هستی ما با نامید بمرو دل بر نازا نیمه کندی بردی دل ما از دل دل خان نیمه ما با نامید بمرمه از او لبهای شیرین بوسه کدن میمانی ما عاشقی تو شدون میکوشی و میمانی با دو دستان سفید خیلگکای ایرانی ما با نامید بمرمه خوش برگشتین هموطنان عزیز تشکر از اینکه همیشه وقت ما رو دنبال میکنین دیدگان شما برای ما قابل قدر و احترام است و خوشحال میشیم از اینکه شما نظریاتون همیشه با ما شریک میسازین این برنامه رو اگر ندیدین میتونین که در یوتیوب تماشا بکنین سرچ بزنین و سابسکرایب هم یادتون نره و با تشکری بکنیم از گلدن استار از اینکه بر ما فراهم ساختن این محیط را و این فضا را تا بتونیم برنامه خوبی را تقدیم شما بکنیم دیگه چطور سین وقتی سین؟ شکر الحمدلله امرای اسب سواری و خرید اسب میگن که دوست دارید اسبای قیمتی داشته باشید چند رس اسب دارید و قیمت بلندترین قیمت اسبتان چند است؟ یک لک و بیست دارم دلار یا افغانی؟ دلار. گوش اسب می بودم. یک قیمت شما دو کده بالاتر است. یک لک و بیست هزار دلار آمریکایی چند رس اسب دی قیمت است؟ یک. نه شاید چند دانه از این دمی قیمت باشه. نه مو یک دانه است. یک دانه است که به حساب بسیار اگست بسیار بسیار ایسال مسابقه را بسیار خوب پیش برد. دیگه ما الحمدلله یک 20 دانه اسب داشتیم یک 8 تا 9 دانه در روزای نو برای ما امشب رسید آمین برادر ما کیسه با نو رفت و مسوار تسلیم شوند دیگه الحمدلله مقام اول گرفتیم از خاطر که ما اسب داشتیم مگرم
بوسکشی نکرده بودیم. ما دم پدر و پدر کلان اسب داشتیم. خودمو طفلیت برای ما دمی گوش ما گفته شده که اسب 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 خوب چیز خوب است. اسب پدر یک اسب سفید داشت بسیار مقبول بود بسیار قشنگ بود. ما دمی کترکی دیگه در گوش ما پف شده دیگه ما تا که جوان شدیم باز خود ما اسب نگاه کردیم. خب بوسکشی سال اول ماست که امروز امسال بوسکشی کردیم. الحمدلله مقام اول گرفتیم. دیگه متاسفانه یک شرایطی بود که ما به نام اصلا ما خو از کابل هستیم. باز تیم قندار خوش کردیم دیگه تیم برای ما نمانده بود. باز قنداری ما را هم حمایت نکردن. یک کم داره نه حمایت مالی کردن، نه جانی کردن، نه چیز نکردن. باز در آینده دیگه میخوایم که می نام تیم خود تیم کابل ببانیم. خواه خاطر که بخیر بین صحبت بکنین از این که این چگونه سپری شد. یک سوال مطرح کردم البته فردی سر ما که در ایدی دادن و ایدی خو نمیگیرین دیگه. چرا نیم؟ چقدر ایدی شما بیاری ما میگیرین؟ چقدر ایدی دادین در مجموع مرسم رسوماتی که در این شما میداشت؟ اصلا ما خو هر روز به حساب اید است. امو فامیلایی که غریب هستن، بیچاره هستن، مردمایی که غریب هست و همیشه امرای عروسیشان به حساب گفته اگان تا گور و کفنشان، مریضیشان، خصوصاً دمی کرونا بسیار کمک کردیم. از بودجه خود برشان دوا گرفتیم، اکسیژن گرفتیم، دیگه گرفتیم. از ما دادن ما هر روز است. وکیل صاحب بعد از ختم دوره دوام بازم تصمیم دارید و نامزد بسازید در پارلمان افغانستان یا در ولسی جرگه یا خیر تصمیم دیگه است؟ اگر مطور شرایط باشه، اگر مطور چی میگه فضای خراب بین حکومت و پارلمان باشه نخیر نه. اگر خداوند رضا داشت مهربان است برای ریاست جمهوری خود کاندید بکنیم به وطن خدمت بکنیم. خود تصمیم دارید که بخیر 5 سال بعد یا 10 سال بعد؟ نه دقیقا یادش نکنیم برادر، 30 سال مانده فکر میکنم. یعنی تصمیم کاندید شدن برای ریاست جمهوری داریم؟ داریم. خب بس چی فکر میکنید؟ چقدر مردم با شما خواهد بوده؟ آیا شما هم جز کاندیدای پیشتاز خواهد بودید؟ از من اصلا که بدون که دوست اندیوال قومای دیگه امرای ما باشد چیز کم 1 میلیون تنها قوم حسین خیل است. 5,22,000 تنها بچه های جوان ما داریم که به حساب از 18 بالاست، از 40 پایین است. نام خدا. دیگه کلش به حساب آدم های به حساب سنکلان است، خانم هستن، دیگه هستن. این یک موضوع. موضوع دوم اصلا ما که بسیار علاقه دارم، ما که با وکالتم آمدم بسیار یک آرزوی بسیار زیاد داشتم که من میخواستم که بسیار مردم کمک بکنم. خب متاسفانه حال یک عسکر در سر سرک استاد میشه تلاشید میکنه. اگر چیز مقابل عسکر بگویی عسکر همونطور کوک شده، اگر بگویش میگه ولی عسکر ازت همراه پلیس وکیل ازت. اگر نکنی مجبور است موصله بکنه. من از این خاطر میخوام که رئیس جمهور شم که به همون درد ملت هم میفهم که درد ملت یعنی چی. اگر خداوند چرا نه وقتی که ملا عمر آخان رئیس جمهور شد، استاد ربانی رئیس جمهور شد، دکتر نجیب خو واقعا لیاقت شام داشت، آقای کرده صاحب رئیس جمهور شد، دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور شد، دیگه ما از وام کم نیستیم اکثر. بشک من فکر میگم از وام کده بهتر خواهد پاچایی کرده. اگر خداوند یک وقتی روزی آورد که پاچا شم یا رئیس جمهور شم، اولین مردم که هست ما جاسوسای افغانستان نخواهد ماندم که افغان هستن جاسوسی برای مملکت های همسایه میکنن. یک موضوع. موضوع دوم کمی مردم که در 20 سال چول و چپاول کردن که به میلیون ها دلار پیدا کردن که پیش از او نان خوردن خود نان چیزی خود نداشتن، امروز دیگه حسابی کردیم همین کات پیسه دیگه را گرفتیم کلش به مردم غریب یا در بودجه افغانستان اضافه کردیم یا دادیم برش. بخیر دیگه زفر خیر هستیم و و در این حال وکیل صاحب یک تفاوت را در شما میبینم در صحبت های شما. احساس میکنم که شما می سرمایه‌دارا را به دو بخش تقسیم کردید. یک بخش
که تازه در دوران کرزه ایسای پول پیدا کردن، یک سرمایه دار که در زمانهای بسیار قدیم و علیم پول دار بودن. حالا مثلا من یک مثال برتان میدم، شما یک مال وارد میکنین از اروپا یا از چین، یا مثلا چین اروپا نیست خیر، آسیا یا مثلا از اروپا وارد میکنین، اینی گلاس مثلا بر شما 50 سنت تمام میشه. شما که دایی بسیار پیدا کنید 50 سنت دیگه یا 20 سنت دیگه، شما چطور میکنین با میلیون دلار دایی 20 سال پیدا کنید؟ ما گفتیم 80-90 سال تجار پیش هستیم، ما یک قدر یاوری پول و پیسه نداریم، یا چی کردن؟ یا کل خون ملت خوردن، یک لیتر ده لیتر تیر دادن، یک هزار لیتر چی حساب کردن، یک دانه کورتیر به اردوی ملی دادن، پنج دانه حساب کردن، پلیس تموت ترستم، بوتار بر امنیت ملی داده ده دانه حساب کرده 50 دانه. این کلش خون ملت است، پیسه ملت است، باید یا پس گرفته شد پیش از یا. بله. در پهلوی که به خیر خود کاندید بسازین و موفق باشین، از صلح برای ما صحبت بکنین. در پارلمان اوضاع و نظریاتشان در مورد صلح چی است؟ خودتان نظرتان چی است؟ چی خواهد شد بالاخره؟ من یک نظر برتان میتم که نزدیش نظر شخصی من است، انشاءالله صلح دمی 4 ماه الی 5 ماه به خیر میآید، اگر کس بخواه یا نخواه. افغانستان، امریکا در جنگ خسته شده، مملکت هایی که مثلا پاکستان هم طالب حمایه میکرد، یا ایران هم حمایه میکرد، یا مملکت های دیگر هم حمایه میکرد، حال خسته شدن. حال میگن که بیا یک رای دیگر بگیریم، فکر میکنم این 40 سال یارا بازی دادیم یا کشتیم یا تباه کردیم، بیانیم یک رای دیگه تجارت پیدا کنیم که در افغانستان صلح بیاید. این حال اگر یک مملکت صلح نخواهد، هندوستان صلح میخواهد، چین صلح میخواهد، اروسا صلح میخواهد، دیگه ای برابر ما در مقابل افغان ها خودش معلوم دار که صلح می خواهیم. یقینا این مملکت ها اگر بخواه یا نخواه، امشال از صلح در افغانستان می آید. من یک بیتنان برتان می تونم جناب رامکی صاحب شما بیبی جان، که ما شما باید اتفاق و اتحاد داشته باشیم در بین خود. یک از ریاست جمهوری ما بخش یک اپی دیگه همون در یادم آمد که من گفتم پیسه مظلوم های خوردن، خون ملت خوردن، چور و چپاول کردن. یک گپ دیگه هم از کسی در افغانستان تعصب کنه باید تو زنده نمانه. نه پشتون از تاجک کرده بهتر است، نه ازبک از ازاره کرده بهتر است، هیچ کس از کسی برتری نداره. بهتر اونو آدم است که خاک دوست داشته می باشه. دیگه اگر خداوند روزش آورده می کلش عملی میکنیم. بخیر. انشاءالله که یک روز روزش بیاید. وکیل صاحب، در مورد محافظین تان صحبت کنین، چند محافظ دارین و چند مدر شخصی و چند تعقیبی؟ مردم افغانستان بخصوص پایتخت نشینان از اکثریت از وکلای پارلمان روز خوب و خوش را نیدن، پلیس در سر سرک لاتکوب میکنن، ده ها صد ها کارهای خلاف قانون یا فراقانونی را انجام میدن، اما مردم عادی و بیچاره هیچگاهی هم بر طرفشون سیل کرده نمیتونه. شما جمع کدام وکیل هستین؟ چند محافظ دارین؟ چند در بسیار مواقع اول خودم امی اردوی خدا یا پلیس خدا یا امنیت خدا بسیار خوش دارم یا دوست دارم. امی ها مردم است که ما شما نشستیم صحبت میکنیم با آرامش، یا از صبح تا شب استاد میشن چند سیر خاک میخورن، حتی پیسی امام ندارن یا آب ندارن که بره خدا شاور بگیره یا دوش کنن. من بسیار به این مردم بسیار احترام دارم. مگرم یکان خدا ناترس پیدا میشم که واقعا آدم مجبور میکنه که یا به حساب فیزیکی عمل کنه یا یک آدم گپ چیز بزنه، زشت بزنه. من از وکیلا دفاع نمی کنم. در ما 249 یا 250 وکیل داریم. کلش هم مردم خوبی نیست. دوام قدرت ندیده نالدین 50 تا موتر هم می دوانم. خب تو که 50 تا موتر، 35 تا 6 تا موتر میدونه یعنی چی؟ تو کی را درزادگی را نشان میدی؟ پیکاد از سرش راکت. من وکیلات تو ما شما میتونه که یک روزم ببینه من یک سکرترم هست، یک دریور هست، من یک خودم هست. کس مرا میکشه که 50 تا بادیگارد مرا میکشه، کس مرا نمیکشه. باز وقتی که من دمی تلاشی استاد شوم، باز بگم مرا کارت تبته، مرا چیز موتر تبته. این برای هم برای من توهین است، هم با وکالت من توهین است. اما اصلی میگه پاره ندارم. از خاطر که حال خود گفتم برتان،
اصلا جنگ در بین رحمانی و سالی صاحب است. نه ما در بابین در گرفتیم. چطور است یک آهنگ دیگام بشنویم؟ خب سوال تمام شد کدام سوال دیگر نداری؟ نه دیگر سوال ندارم. در مورد زندگی شخصیشان بیاین کم در مورد زندگی شخصیشان هم بدانیم. بفرمین در مورد زندگی شخصیشان رومکی صاحب میخواد بفرمین. فامیل وکیل صاحب کجاست؟ از من کل فامیلم در کابل است. گفتی اگران تو من در تامیان نیستم که فامیلم خودم در اینجا باشم، فامیلم در اروپا باشه، در امریکا باشه. آشکر ملک و جایداد دارم، اگر در اروپا هم دارم، در دبی هم دارم، در ترکیه هم دارم، دیگه دارم اگر اما شرایط افغانستان که چند وقت پیش خوب نبودک باز ما کم در سرمایه گذاری در ترکیه کردیم. بسیار دیگه خاص فامیل هم اگه در کابل هست؟ الحمدلله کل فامیل بیادر آخوارا خوش که در قرل هموطنهای ما فهمیدن که فامیل وکیل صاحب هم کابل هست. بشنیم ببینیم. برای ما تا وزیر حبر تا کهی مسلمان شو و دین گبر تا کهی تو که جلاد جان عاشقانی تو که جلاد جان عاشقانی بکشای نام سلمان صبر تا کای بکشای نام سلمان صبر تا کای عاشق زارم جان عاشق زارم عاشق زارم جان عاشق زارم رحم نداری این نیست یاری رحم نداری این نیست یاری خون شاد دل من در انتظار خون شاد دل من دستای تشوشتی مرا بوسه ندادی مرا کشتی با یک بوسه تو چیزی نمیشه با یک بوسه تو چیزی نمیشه کدام روز میمرم خوندارو میشی کدام روز میمرم خوندارو میشی عاشق زارم جان عاشق زارم عاشق زارم جان عاشق زارم رحم نداری این سیاری رحم نداری این سیاری خون شاد دل من در انتظاری خون شاد دل من در انتظاری متای خوب رویان کرده پیرم روم یاری وفاداری بگیرم اگر یاری وفاداری نیابم اگر یاری وفاداری نیابم سر خاکی وفاداران بمیرم سر خاکی وفاداران بمیرم عاشق زارم جان عاشق زارم عاشق زارم جان عاشق زارم رحم نداری این ساری رحم نداری این ساری خون شاد دل من در انتظاری خون شاد دل من در انتظاری خون شاد دل من در انتظاری تشکر از این که موسیقی بسیار خوب را برای ما نواختن و داشتیم در برنامه. در این قسمت وکیل صاحب سوالاتی داریم که با بله و نخیر جواب دادن میشه، اما برعکس. فقط بله و نخیر، اما برعکس. اگر جوابتون بله بود نخیر میگین، اگر نخیر بود بله میگین، درست است؟ خب درست است وکیل صاحب. آیا از سیاست رئیس جمهور راضی هستین؟ نخیر. یعنی که بله دیگه. یک بار دیگه ما میخواییم وکیل صاحب برشتشه کنم موضوع را.
اگر قرار باشه که جوابتان بله باشه، نخیر میگین. اگر نخیر باشه بله میگین. برعکس جواب. مثلا آیا سیاست رئیس جمهور راضی هستین؟ واقعا راضی هستین؟ بله. رضای دلخواهتان قابلی است؟ بله. از مریم سما شخصیت چون خوشتون میاد؟ نخیر. اگر روزی وزارت داخله را براتون پیشنهاد بدن قبول میکنین؟ به شرایط نه. از بله و نخیر برعکس. برعکس. بله. من بله دیگه. بله. میگن طرفدار بشار دوست صاحب در پارلمان نیستین؟ نخیر. آیا کمال اصولی متعصب است؟ بله. علاقه من صدای شفیق مرید هستین؟ بله. من یک شفیق مرید هم دوستم. یا نخیر. نخیر. از آبازی زیاد میترسین؟ من خودم آباز هستم. خیر من نخیر. بله. بله. اینجا باز؟ پولی سر آمده که حساب بانکیتان لبریز از پول است؟ ما پیشتر بر تا نرس کردم، ما تجار پیشم خود اینجا دیگه حتما بله است دیگه؟ بله دیگه. همیشه وقت از دلار مصرف میکنین؟ در جیبتان دلار است یا افغانی هم است؟ افغانی خود خوش دارم. تشکر جناب وکیل وزیر سلامت زنده باشین. قربانتان. صحبتاش خوب داشتین با شما. در آخر اگر کدام گفتنی پیام صحبت از شما داشته باشیم خوشحال میشیم. آرزوی کل افغانا میست که صلح در وطن بیاید. دیگه مردمایی که برای وطن خیانت میکنن در این وطن تفرقه میدادن. ملا صاحبا میگه خدا نیکی دهاتشون کنه که بودایی شده باشه. در 40 سال که دهات نه چه خدا بیخشان رو بکنه. آمین. آمین. ما هم یک دعا میکریم. کسی که بخیر افغانستان نیست، کسی که متعصب است، کسی که پول غریب بیچاره را میخوره، کسی که از خون مردم فقیر افغانستان خود را تغذیه میکنه، خداوند نیست و نابودشان بکنه. این پولا را که یا مردم زدن کلش حساب گرفتیم سعید. حساب گرفتیم؟ آه پدرهایش هم میشناسیم، پدر کلانهایش هم میشناسیم. بخیر انشاءالله که یک روز شاهد باشیم شما رئیس جمهور مملکت شوید. بخیر. ما هم یک وظیفه خوب از امیال دیگه. از امیال و خاطر وکیل صاحب از جمع دوستا و بزرگای بسیار خوب است که همیشه همراه ما همکاری خوب داشتن. تشکر. تشکر. سلام. بخیر. تشکر از شما و از اینکه بیننده هستین همیشه وقت و همیشه وقت ما را حمایت میکنین با تماشایتان و با کامنت ها و نظریات نیکتان. تا برنامه دیگر و شام دیگر خدا نگهدار. بله. فراموشم نشه دوستا که تشکری کنم از رستوران گلدن استار به خاطر فراهم کردن مکان ضبط برنامه شام یک. و هموطنهای نهایت دوست داشتنیم، دوستایی که کومنت های منفی میگذارن، میدانم که شما دوست دارید که حداقل منفی بنویسید، اما یک بار فکر کنید بعد بنویسید، یک بار احساس کنید به جای ما خود را، بعد آنچه که دوست دارید را بنویسید. ما با هیچ کس اصلا هیچ مشکل نداریم. تمام مهمانایی که در برنامه میان نور دیده ما هستند، بخصوص زیاد موضوعی که سرصدای زیاد کرد، عبدالعظیم بدخشی یکی از قهرمان های بسیار عزیز و دوست داشتنی که از رفیقای بسیار خوب همچنان است بود و در کنارش مهمان های دیگر خواستین که در موردش نوشته کنین و ما را هم مقصر بدانین. نه دوستا، ما تمام افغان های خود را دوست داریم. آهنگ از عثمان صحابه در آخر هم میشنیم. تشکر تا برنامه بعد. خدا نگهدار. نامردان را سلام دادن گناست، من اگر نامرد شدم سنگ سارم رواست، عقد لکم در دارم گله از نامرد دارم، عقد لکم در دارم گله از نامرد دارم، بگردمان رفیقه بی مطلب دوستی دارم، عقد لکم در داره ای بی نازم و رفیقه بی مدا دوستی داره، عقد لکم در داره ای عقد لکم در داره، گله از نامر داره ای بی نازم و رفیقه.
هر لب دوستی دارم عقد لکم در دار ای بنازمان رفیقه گپ از صداقه دارم عقد لکم در دار بازی کارش خراب است پشانوی باز دارم بازی کارش خراب است پشانوی باز دارم ای از صدق دل برفیق ای میرو محبت دارم عقد لکم در دار ای از صدق دل برفیق میرو محبت دارم عقد لکم در دار ای عقد لکم در داره گله از نومر داره ای بنازم و رفیقه گپ صداقه داره ای عقد لکم در داره بازه میگه مستم دوای دو سی شب بین بازه میگه مستم دوای دو سی شب بین ای میخورد نان و نمک پشت سر غیبت داره عقد لکم در دار ای میخورد نان و نمک پشت سر غیبت داره عقد لکم در دار ای عقد لکم در گله از نومر داره عقد لکم در داره گله از نومر داره ای بگردمون رفیقه بی مدا دوستی داره عقد لکم در دار ای بگردمون رفیقه بی مطلب دوستی داره عقد لکم در دار ای عقد لکم در دار ای عقد لکم در دارایه